از میان علمای اهل سنت کسانی که تصریح کرده اند بر ولادت حضرت مهدی، اینها دو گروه هستند. گروه اول آنهایی که تاریخ نویس هستند، گروه دوم کسانی که تاریخ ننوشتند ولی نسابة العرب هستند، نسب شناس هستند، انصاب عرب را اینا ثبت میکردند، موالید را ثبت میکردند، تولدها را در خاندانهای معروف از جمله در خاندان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ثبت میکردند. چطور ما میگیم در شب 11 محرم که فقط امام باقر مانده بود و زین العابدین دیگه از خاندان پیغمبر مردی زنده باقی نمانده بود، 7000 گهواره پسر در خاندان بنی امیه جنبانده میشد که اینا توش پسر خوابیده بود، اینا کجا شدن؟ خدا ثبت کردن. و این که معجزه الهی است به قول آقای زمخشری در کتاب ربیع الابرار که خدا خواسته نسل علی و فاطمه بماند که کوثر قرآنه. خب بگذاریم، ثبت میکردن، کسانی بودن که ثبت میکردن، نسابة العرب ها، کسانی که موالید ها رو مینوشتن. حالا در بخش اول که تاریخ نویس ها ولادت حضرت مهدی علیه السلام را نقل کردن، اینها بسیار زیاد هستند. از علمای اهل تسنن کسانی که اینا ذکر کردن عبارتند از بیهقی، ابن سباق مالکی، ابن خلکان، قندوزی، صفدی، یاقوت حموی، با سندهای متعدد از بر اساس مبانی اهل سنت از علماشون در مجموعه های اینا جمع شده، حتی مجموعه ای از کتب تدوین شده، تألیف شده که اینها رو ذکر کردن، اسامی اینها رو. مثلا کتابی است به نام الزام و ناسب در جلد 1 صفحه 321 29 عالم بزرگ اهل سنت رو نام میبره که اینا تصریح کردن در کتب تاریخشون بر ولادت حضرت مهدی. بله. کتاب دیگر است به نام المهدی الموعود المنتظر، در این کتاب در جلد 1 صفحه 182 به بعد 40 عالم اهل سنت رو ذکر میکنه که اینا اعتراف کردن به ولادت حضرت مهدی. در کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمای صافی گلپایگانی رحمت الله علیه در فصل سوم 65 تا 70 عالم شیعه رو اسم میبره، عالم اهل سنت رو اسم میبره که اینها در کتبشون تصریح کردن بر ولادت حضرت مهدی علیه السلام. ما نمونه از این علما رو با متن عبارت خودشون از کتاباشون محضر شما و بینندگان عزیز میخوانیم. یک، ابن سباق مالکی کتابی دارد به نام الفصول المهمه. ایشون تعبیرش راجع به در فصل 12 راجع به آقا امام زمان علیه السلام حضرت مهدی اینه: ولد ابو القاسم محمد الحجه ابن الحسن الخالص به سر من رعا لیلة النصف من شعبان. تعبیر ایشون تعبیر بیان طوریه که اگر کسی نداند که ایشون یک عالم بزرگ اهل سنته، فکر میکنه لابد شیعه داره اینو میزنه، داره روایت میکنه. آره، ولد ابو القاسم محمد الحجت ابن الحسن الخالص به سر من رعا لیلة النصف من شعبان سنت 55 للهجره، سال 255 هجری در شب نیمه شعبان متولد شده در سر من رعا، یا همین سامر را، تا اینکه اینجا میرسه. و امه ام ولد یقال لها نرجس خیر و امه، بهترین کنیز بوده است، و قیل اسمها غیر ذلک، خیر از اینم نام های دیگری براش ذکر شده. این یک. دو، ابن خلکان. ابن خلکان، حالا راجع به این که چرا او ابن خلکان میگه هم داستان جالبی داره. ایشون از بنی امیه هست، عجب. بعد بعضی ها او رو در زمان بنی العباس هی میخواستن او رو به قولی بگن که تو از بنی امیه هستی، از شجره ملعونه هستی که در قرآن تفسیر شده است و امثال هم. او میگفت خل ما کن، هرچی بوده گذشت، ولش کن، گذشته رو ول کن، آینده رو بچسب. آره، این معروف شد
به خلکان، خل ماکان، خل ماکان شد ابن خلکان. یعنی چون زیاد میگفت گذشته رو ویل کنید، آینده رو داشته باشید، معروف شد به این اسم، شد ابن خلکان. کتابی دارد به نام وفیات الاعیان. ایشون در این کتاب راجع به آقای امام زمان حضرت مهدی اینطور میگه: کانت ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان. ولادتش نصف ماه شعبان در شب جمعه در نیمه شعبان سنت 55 و 200 در سنه 255 و لما توفی ابوه و چون پدرش از دنیا رفت و قد سبق ما گفتیم قبلا کان عمره 5 سنین 5 ساله بود و اسم امه خمط و قیل نرجس. دو تا اسم برای مادرش، دو تا نام برای مادر امام زمان این عالم بزرگ اهل سنت ذکر میکنه.